از این در که رد بشیم برمیگردیم به 700 سال گذشته. الان مثل اینجا که موزه آینه پهلوانی میشه گفت، بازم هست توی دنیا یا توی ایران؟ فقط همین تک. جیگی جیگی ننه خانم، بیا بشین روی زانو. جیگی جیگی ننه خانم، جلوس خانه بود اسم اینجا. این هم زنگی که زمانه که ارزون میشده گوشت ارزون شد. شماره 64، موزه و ورزشخانه آینه های پهلوانی. اون رو تابلوش میبینم. آه دیدم. مدیرش هم پهلوان رستم؟ آره. اسمش رستم. اسمش پهلوان رستم گذاشتم، هم تو اسمش یه چیز دیگه است، ولی خب بهش میگم پهلوان رستم. خب من که میگم قفل مریم میگه نه قفلش کناره. بسته است؟ آره بسته است. بسته است. خب در میزنیم. فکر میکنم باید بهش زنگ بزنیم. یه خوبی که هست اینجا شمارشو گذاشته. بزرگم گذاشته. فهمیدش قاسمیه. از کجا فهمیده؟ پاموشتر زیان فهم. الو سلام آقای قاسمی. وقتتون بخیر. جناب ما اومدیم جای این مجموعه گردشگری بومگردی پهلوان رستم، الان درش بسته است، شما تشریف ندارین؟ چرا در پشتی بیر داخل عزیزم. آها باش، خیلی ممنون، دستتا در نکنه، الان میایم جا. خدا نگه. کفشامون رو باید در بیاریم. چه باحال. Let's go. اینجا که ورودیشه خواهم بچه ها؟ چرا جزئیات داره اینجا؟ آره اینجا پر جزئیاتی مثلا برای ما که بچه ها جزئیاتیم. سر تعظیم فرود آور به هنگام ورود. من سرمونو بیاریم پایین. چون که جای ادب و رسم جوان مردان است. واو. وای چه هم جزئیات داره اینجا. آجا. الان مثل اینجا که موزه آینه پهلوانی میشه گفت، بازم هست توی دنیا یا توی ایران؟ فقط همین تک. بنده علی اکبر قاسمی فرزند بابا قدرت معروف هستم، متولد 1 شهریور 1321 هستم. من پدر و پدر بزرگم همه پهلوان بودن، خودم هم پهلوان هستم، پسرم هم پهلوان، حجت پهلوان هستش. روی عشق و علاقه آیین پهلوانی که داشتیم، ما زندگی ما رو گذاشتیم روی همین ورزش پهلوانی. این موزه رو بنا کردیم، خشخشت یه موزه رو خودم با دست خودم چیندم. 4 قسمت اینجا، این یک قسمت شکل شما دارین میبینیم. زورخانه در مشهد زیاد داریم، ولی این زورخانه سنتش حفظ کرد. ما هر پهلوان تو هر رشته کاری بوده سعی کردیم یکی از ابزار هنری و کاری او شخص به دست بیاریم. مثلا اینجا یک پهلوانی داریم به نام پهلوان پنبه. افسانه نیست، واقعیت داره. ایشون وقتی که وارد زورخانه می شده، سردر زورخانه جا نشده، خراب کردن با کلنگ که وارد شده آمده داخل. من تمام ایران رو گشتم تا یک جبه ازی به دست آورد. این کت نیمتنشم اینجاست، تماشا کن. این چقدر اون الان برای من مثلا یک پالتو تا جای مچ پامه. مثلا توش غیب میشی. دست راستش قدرت یک شتر داشته. یک شتر با تناب مبستن اینجوری میگرفته، پاش اینجوری میذاشته، شلاق میزدن شتر حرکت کنه، این نگر میذاشته شتر. پهلوانایی بودن که مثلا کارشان، رشته کاریشان ساخت و ساز نجاری بوده، هیزم شکن بوده، با این اراکار میکردن. اطراف رو که شما هر چیزی که مشاهده میکنین میبینین، هر کدوم نهایت قصه داره. این پهلوان قصاب بود، ابزار قصابیش اونجاست، اون گوشه.
مثلا توی اینها پهلوانی بوده خیاط، ابزار خیاطیشون. این موتور مرحوم دکتر شیخ، این بابا قدرت تو بزرگراه عکسش زدن، این دوچرخشه، تراکتورش هم او بره. این پوستینشه، اینم عکسشه، اونم میلاشه. چند سال طول کشیده که اینها رو جمع کردین؟ اینا رو من از سن 20 سالگی همجوری شروع کردم تا الان که 80 سالم رو. زمان قدیم گودها دوشک نداشته. بله. دوشک کشتی گودها این خارا بوده. این خارا رو چند تا از اینا رو میکندن، چفت هم میچیندن، کف گود. با پشبیل اینا رو پشبیل میکردن، خارا مرفته تو هم، روش ماسه بادی علک میکردن، با خاک قاطی میکردن، فشنگ آب میزدن، حالت فنریت داشته. یه عده از پهلوانای ما ناوه کش بودن، این ناوه اینا پر میکردن، اینجا شمزشتن روشانه شان، کاغل مغردن رو پشت بوم دوتا. اینجا پهلوانای آهنگر هستن، نماد پهلوانای آهنگر، اینم ابزار آهنگ در ساخته هاشه. اون پهلوان دیگر آهنگر از صندوق آهنی خودش گذاشته، 100 کیلو رو سرش دارن، با پک رو سرش نعله اسب درست میکنن. آره. اینجا دامدارا هستن، کشتیگیر چوخه بودن. این ابزار کاریش ها بوده، شلوار کرکه، اونم بارجمه بوده که رو الاغش هم انداختن. آره. اون هم دوکاردشه، دوکاردشه که پشم بزنن. آه. اینم میشبندشه. اون کلاهایی که بالا نگاه میکنین چند نوع کلاهه. اون بله. کلاه مشکیه، اون کلاه همون بابا قدرته که تو بزرگراه رو سرش گذاشته. کلاه پهلویش کلاه قاضی القضات شهره، کلاه بالای بالا کلاه داروغه شهره، کلاه پایینی کلاه پیشوره. کلاه تک تکشان رفتین ازشان خریدین یا گرفتین؟ آره. و کلاه واقعی خودشان بوده. اینا مال همشون مال 100 سال قبله. این دو چرخی هم که اینجا میبینی، بله. دو چرخی منه. قبل از کرونا 3 سال قبل من با این دو چرخه از آرامگاه فردوسی رفتم کربلا. با همین دو چرخه؟ با همین دو چرخه. این جوان خوشتیپ رعنایی که اینجا میبینیش، عکس تکیش او هست. این منم. ماشاءالله. میل جفتش 75 کیلو وزنش بوده. او مای گاد. واو. یه دست پهلوانای ما کارشان سوارکاری و تعلیم و تربیت اسبه، که پسر خودم هم جزو یکی از همونا هست. اون زین بالا زین سوارکاری خانوما هست، این زینای پایین و این زین سوارکاری آقایون هست. الان یعنی چون وسایل خانوما هم اینجا بود، یعنی خانومهایی هم بودن که پهلوان بودن؟ نه، اونها خانمای پهلوانان بودن. خانمای پهلوانان که وقتی می‌خواستن روزای جمعه تفریح برن، کوه و دشت برن، با همسراشان اسب سوار می‌شدن. خب اون عکسی که اونجا بود، دو نفر رو دست واسطه بودن، اون واقعی بود داستان؟ و اونا همش واقعیه، هر چی اینجا می‌بینی واقعیه. درجای پهلوانا با این لچک‌ها مشخص میشه. هر اگر یک دانه آویز داشته باشه 30 سال ورزش کرده، اگر دو دانه آویز داشته باشه 60 سال کسوتش نشون میده. یه عده از پهلوانای ما کارشان سلمانی بوده. سلمونی یا دکترم بودن. دندون هم یعنی میکشیدن و از دندون میکشیدن، رگ میزدن، بچه آره. خط نمیکردن. یه عده از پهلوانای ما کفاش بودن و سراج. یه عده از پهلوانای ما کارشان بازیگر سینما بودن، خواننده رادیو بودن، نوازنده سازها بودن. اولین نوشابه که داخل ایران بوده به نام لیمونات. این لیمونات می‌بینی یه تشله داره، تیله. آره آره. این تیله وقتی اینو پرش میکردن، گاز بهش وصل میکردن، این میامده اینجا قلف. وقتی مخواستن بخورن با نوک انگوش میزدن، میافتده پایین. بعد بچه ها که مخواستن بخورن از این جهت مخوردن، تیله تو خس میشن ره. بزرگا که مخواستن بخورن میپیچندن اینجا، این تیله توی این خلاف میشده دیگه. بله. یک ضرب میخوردن. این تمدن قدیم ماست. اون تنبک جیگی جیگی ننه خانومه. یه مطرب دورگردی بود که ایام نوروز حاجی فیروز میشد، اسمش غلام بود. یه ترانه ای میخوان به نام جیگی جیگی ننه خانوم، بیا بشین روی زنون، با اون تنبکش مزد و میخوان. هرچی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، جیگی جیگی ننه خانم، بیا بشین روی زنم، جیگی جیگی ننه خانم. این ورد زبونش بود، مردم پول میدادن و او پول مورد برای بچه یتیما قوت غذا میخورد. این کلای همون جیگی جیگی ننه خانمه که یک دنب روبا اینجا تو کلاش داره. وقتی که میامد تو خیابون را مرفت، دنب روبا تکون میخورد،
بهش میگفتن چیه بستی؟ میگفت ایره بستم. مقید بودن مردمان قدیم که در زمان قدیم هر کی چشمش به دنب روباب افتاده و روز روز خوشایندی برش بوده، روز شاد آفرین بوده، چی کار میکرده که مردم خوشحال بشن. اینجا پهلوانای قصاب هستن. کنده ساتور شاه هستش، اینم انواع و اقسام ساتورا شاه هست در اینجا، اینم ترازو شاه بوده، اینم زنگی که زمانی که ارزون میشده گوشت ارزون شد. خب چرا میخواستن گوشت ارزون بفروشن؟ برای کسانی که مثلا بی وضاحت بودن، یکی بانی میشده، اونایی که نمیتونستن گوشت بخرن گوشت بخورن این زنگ رو میزدن. بله، اینم تقدیرنامه جهانی منه، گفته پرچم بلاش خورده. بله، اون عکسی هم که وسط سه نفر روش سوارن عکس منه. بله، این ضربرم که شما میبینین من از مشهد پیاده با خودم بردمش کربلا. بیش از 10 کشور خارجی رو من با اون ضرب گرفتم، اونم مجسمه منه. مثلا این عکس دو نفری که اونجا هستش، یکیش منم 50 سال قبله، اون عکس نقالی من تقریبا شبیه موزه آقای افشین که اونم مردم آورده بودن، کل فرهنگ ایران، ولی اینجا بیشتر فرهنگ پهلوان. اینجا رو بهش میگن عیارخانه پهلوانان، استرادگاه و جای آموزش مخفیانه نوچه‌هاش بوده. اون که اونجا بهش بره میگفتن، بهش جرینگو میگفتن، جستخیز داشته. بعدی رو بهش میگفتن پره، پرخاشگر. یکی اینجا هم که بالا جره بهش میگفتن جیمبو بهش میگفتن، به خاطر که زن میگرفته دست عروسانش میگرفته از خانه باباش جیم میکردن بهش میگفتن جیمبو. بعد بچه دار میشده کامل میشده اینجا، بعد عروسدار و نوایدار میشده اونجا میشسته. سردنشین نگاه نگاه کن، این رو نگاه فقط همونو برش دار همونا چوپون یک کلای هم از سرت کن. حالا شدی شیر فرهاد. شما گردن خود زدی یا نه؟ نه. ها؟ نه، باید گردن خود میزدی. حالا شما میخوای مثلا از برره بالا مثلا زهر چشم بگیری، چی میگی؟ میگی برو. حالا اون مخواه از تو چشم گره بگیرم که حالا میتونی باید چیکار کنی؟ حالا؟ حالا باید این دیگه میشه همینجوری بذاری رو خودت دیگه شامل بزن پشتی تماشا کن. پایینم یک طبقه دیگر هست گرگه. آقا اینجا نشستم در این موزه باشه چون واقعی بود است پشت جد جلو خیلی کاری بود داره شماله به اینجا که اینجا یه خونه خیلی قدیمیه ها. بیرون رو نگاه کن، خیلی بزرگ. موتور نگاه کن چقدر کشیده، چقدر بزرگ. از این موتورا هستن گنگستری نیازه یه یخچال نفتی. مهم اینه که داریم تشبیهات میکنیم. نگاه کن همه اینا کاهگلیه ها.
من حدس میزنم ما یکی از اولین کسای هستی که اینجا اومدیم. چطور؟ با توجه به خاکی که رو زمینه، یعنی حس میکنم هیچ کس اینجا نیومده، یعنی بخش از موزه بخش بسته شدهش باشه. آیا این نویزی کرسی گرمونه، هر کدوم از اتاقه اینجا رو کلی میشه دید. نگاه کن ساعت رو، در با اینجا هم یه هندونه داریم. جلوس خانه بود اسم اینجا. با عشق اینجا رو ساخته ها. پس کن برای هر کدوم از اینا یه داستان خاصی داره. خب از 20 سالگی داره اینا ها رو جمع میکنه. آره. خیلی برگردیم. اینجا رو نگاه کن. آه تراکتوری که گفتن. آره این همین اساسمون هم که خوبه. خب اینم خوبه. برو Let's go. وای جای قدیمی اومدم چه سوال خوبی داره. خاطر خانه پهلوانان و عیاران. خاطر خانه پهلوانان و عیاران بوده اینجا. یه اتاق خیلی کوچیکه. اونجا هم که فکر کنم اینجوری می نشستیدند یا می خوابیدند. آره. مشتمال خانه. آها. اینجوری مشتمال میدادم همون. اینجا دراز میکشم و اینجوری مشتمال. آره بعد مشتمال خانه کوچولو بشه که گرم. بریم بعدی که قریب خانه بوده. قریبه ها رو بردم. نه. اینجا خیلی بزرگه. یک تخت این بره. یک تخت اون بره. برشای اینجا همه شون تک تکشون دست باف و قدیمی و این هم از قریب خونه شد. خب ما نگاه کن قریب خانه رفتیم، مشتمال خانه رفتیم، خاطر خانه رفتیم. والله این ها نگاه کن. تادام اینجا سشواره رو نگاه. قدیمی های قدیمی هست. الکل ملکل و این مار عقرب توشه. آه جالبه. آره ای از اینا میدونین چیه؟ ریش تراش موهارا. من کلاس اول دوم سوم اینا که بودم ما اونم با همینا موهای منو میزد و میرفتم. چقدر جاله. من هیچ وقت ندیده بودم. اینا هم شامپوهاشون. از سر تراش خانه سنتی پهلوانان میریم بیرون. از همین پنجره ها مشرف به حیات. طبق بالا طبق پایین همه به حیات راه داشتن. از اینجا باز میرفتن بیرون. چه سنگی بودن میکرد. یک دو سنگ کنم اینجا ما شد. ببخشیم دیگه ما اومدیم شما خیلی دیر رفتیم برای این آنه خدا فس خدا نگهت داریم. همیستن اینا دیگه آرس همین حسین شدن برات ها؟ امنت که همین چیم از کار میشه چه در یخ شده. خب بعدی هم خراب کرد. سالش اومد حالا اگه اومد تشم اومد میل سنگین ما اینه. یک دسته دیگه بعد میوردن بالا سرشون چرخوندن درسته دیگه. اونه واقعا نمیتونم همینجا میشنم بکشم کلاه رو بذار سرت. جانم بفرمایید. سلام حاج آقا چاکرم. آره آش فاطمه بلا جلو رو بر نا برو به جواجه دو بدره گاسفن بوی دره گاسفن
بیاید.